سلام خدمت شما دوستان، حاج والا کم، امیدوارم حالتون خوب باشه. البته میدونم خونه جدید فضای استریم خیلی داغونه، به دل نگیرید، خواهش میکنم. من تصادفم کردم، روزای بدی رو دارم میگذرونم، ولی با این حال این دلیل نمیشه که براتون کلیپ تو یوتیوب نذارم، پس منو ببخشید اگر فضا خیلی مناسب نیست. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با بند شدن و اینکه چیکار کنیم که بند نشیم، چه چیزایی بند داره و اونا رو نباید انجام بدیم صحبت کنیم. شما خیلیاتون دوست ندید بند بشید، کلی هزینه کردید برای اکانتتون، حق هم دارید. پس بی معطلی میریم سراغ ویدیومون. بند شدن چندین معقوله داره. یه سری کارا رو شما نباید بکنید، اگر این کارا رو بکنید اکانتتون بسته میشه و ورلد آف وارکرافت هم اخیراً یه سری آپدیت هایی توی ریپورت انجام داده که پلیر رو راحت تر بتونن ریپورتتون بکنن و بلیزارد برای نسخه 9.5 میخواد یه سری TOS یعنی ترم آف سرویس جدید براتون بذاره که اگر اینا رو قبول ندارید باید از ورلد آف وارکرافت و بازی‌های اکتیویژن بلیزارد برید. پس قرار خیلی جدی بگیره. دلیلش هم اینه که میدونید که کلی دراما اتفاقات خیلی بد برای بازیاش افتاده و خب کلی شکایت و این چیزا رخ داده، میدونید اینا رو قبلا توضیح دادم و به خاطر همین میخواد اینو جدی بگیره و شما رو بند میکنه، میدونید. پس خطرناکه. حالا چه کارایی نباید بکنید؟ میدونید که خرید و فروش طلا و پول در آوردن از بازی ورلد آف وارکرافت ممنوعه و اگر بلیزارد بفهمه شما رو بند میکنه. دوستان ترید گولد به مقدار بالا نکنید. اگر میخواین بکنید توی تریدی که انجام میدید با اون کاراکترتون آیتم و وسیله بذارید، یا اینکه اون فرد مورد نظر رو توی بتل نتتون برای چندین ماه داشته باشید، مثلا چندین ماه داشته باشید که بگید دوستمه، یا اینکه توی گیل بانک بذارید و وسیله و اینا هم حتما بذارید که توی لوگتون ثبت بشه، مثلا در ازای 50 کی گولد شما چوب و نمیدونم پارچه و چیزا گرفتید. خیلی این قضیه ترید گولد رو باید جدی بگیرین. خیلی از دوستان بند میشن اکانتای اصلیشون، یا اینکه اگر واقعا دوست دارید پول در بیارید با اکانتای دومتون سومتون. زیر این ویدیو من نظرم رو در رابطه با درآمدزایی از ورلد آف وارکرافت هم توضیح دادم، میتونید برید ببینید من نظرم، یا اینکه چطور میتونن این کارو بکنم توضیح دادم. خلاصه که نمیگم بده، نمیگم خوبه، ولی دوستان خیلی خطرناکه چون هزینه اکانتتون بالاست. حتما اکانت دوم سوم بگیرید و توی دادن خیلی خیلی دقت بکنید، چون که واقعا بلیزارد بند میکنه، شوخی هم نداره باهاتون. سیم بوست کامیونیتی ها باشون همکاری نکنید، بجاش با گیلد همکاری کنید. کلی گیلد های مختلف هستن که بوست میفروشن، راحت جانشون شید با اونا بوست بفروشید یا با دوستاتون، ولی جان کامیونیتی نشید و با کامیونیتی همکاری نکنید. قبلا هم لینکش پایین صفحه است، توضیح دادم، میتونید ببینید که چه اتفاقی برای کامیونیتی افتاده. از همه چیز مهمتر که توی 9.5 بلیزارد قرار جدی بگیره رفتار شماست، رفتار و حرفایی که میزنید. دوستان مثلا به یارو بگی تو اهل روسیه هستی و مثلا تخریبش کنی به خاطر جنگ، بلیزارد بند میکنه. تهدید کنی، بگی بالا چشت ابروه، بگی از رنگت خوشم نمیاد، قیافت خوشم نمیاد، بگی مثلا برو تو بچه سالی، سنت کمه، سنت زیاده، پیری، لاغری، کوچیکی، چاقی، تمام اینا بلیزارد دیگه بند میکنه. اینجا دیگه همینه، قرار نیست شما رفتار بد داشته باشید. تهدید کنید چه تو بازی چه تو ریل لایف، حرف بد بزنید، هراسمنت، ابیوز، سوء استفاده، هر گونه رفتار بدی رو بخواین انجام بدین، من حیث المجموع بلیزارد بنتون میکنه. اکانتتون رو بدید دوستم، یا اکانت از دوستتون بخرید، از یه بنده خدای اکانت بخرید، بند داره. در ضمن اکانت راحت هم میشه پس گرفت، هیچ وقت اکانت کسی رو نخرید، خودتون اکانت فرش بسازید، این کارو نکنید. ولی به حال اکانت شیرینگ، اکانت دادم دوستم به دانجن بزنه، نشد این خونه، خودم آنلاین شم رفتم خونه دوستم آنلاین شم، اینا بند داره بلیزارد بفهمید به عنوان اکانت شیرینگ و بندتون میکنه. مولتی باکس و هک هم که خب میدونید که اصلا کلا هر گونه هک زدن بند داره، حالا هک، حالا بات، ربات، چیت، هر جوری که هست بند داره. مولتی باکس هم بلیزارد بند میکنه و پلیرها ریپورتتون میکنن، چون در واقع شما دارین اکونومی بازی رو، اقتصاد بازی رو به هم میزنید. یه چیز دیگه هم در رابطه با بند شدن بهتون میگم، شاید خیلیتون باورتون نشه، ولی وی پی ان هم بند داره. من کلیپ توی یوتیوب هم دارم، لینکش پایین صفحه است، در رابطه با وی پی ان باهاتون صحبت کردم. وی پی ان ها هم بند دارن، چون که وی پی ان ها ثرد سافتور، یعنی سومین نفره. شما نفر اولی، بلیزارد دومه، ولی اون نفر سومه و بلیزارد این قضیه رو جدی میگیره و فکر میکنه واسطه نباید باشه و ممکن شما رو بند کنه. خلاصه بهتون بگم همه گونه رفتارهایی که به نظر شما غیر قانونی میاد اونا بند داره، از رفتارتون، حرفاتون، مدل صحبتتون، تیک انداختن،
حتی تاکسیک بودن، اینکه به یکی بگی تو نوبی، تو مثلا ضعیف عمل میکنی، تو راه نمیدیم، برو گم شو، اینا بلیزارد جدی دیگه میگیره، دیگه جدی میگیره. شاید قبلا شاید مثلا این میوت میکرد، ولی الان دیگه میخواد جدی بگیره. پس تخریب نکنید مردمو، فوقش از اون دانجن لیو بدید برید، ولی باعث نشید یکی ناراحت بشه. دیگه بلیزارد میخواد اینو جدی بگیره. ترید گل هم که بهتون گفتم باید خیلی، چون خیلیاتون گل فارم میکنید، حواستون باشه با اکانت دوم سوم این کارو بکنید، با اکانت اصلیتون نکنید. و اینکه گلتون رو به مقدار کم جابجا کنید، با اون فرد مورد نظر حتما حتما چندین ماه توی بتل رفیق باشید، و همچنین اون فرد مورد نظرم بگید با یه هیرو لول بالا بیاد که باهاش پلی بکنه. یعنی شما نیاید با هیرو لول یک به لول یک ندید که راحت میری زیر ذره بین. خب این چیزایی بود که من میدونستم و میدونم که الان بند داره. شما چه چیزایی میدونید که من نمیدونم؟ حتما برام کامنت کنید. امیدوارم هیچ وقت هم بند نشید. دوستان جدی بگیرید، دوستتون دارم. برای ما هم دعا کنید، ویدیو رو لایک و سابسکرایب بکنید. تا ویدیو بعدی، بدرود یا علی.